با سلام خدمت دوستان، مبحثی که امروز میخوام برای شما توضیح بدم مبحث سردرده. به طور مختصر برای شما عنوان کنم که به طور معمول بیمارانی که به پزشک مراجعه میکنند زمانی که سردرد دارند به پزشک میگن که ما سینوزیت داریم و پزشک هم در مقابل بدون هیچ کار دیگری داروی سینوزیت را تجویز میکنه. یاره سینوزیت داری؟ تو هم بیا این دارو رو بگیر و بخور و خوب میشه. باز مریض مجدد با مراجعه میکنه و به نتایجی نمیرسه. میخوام به اول به مریضا توصیه کنم هرگز به پزشک تشخیص نگن. هیچی نگن. بره بشینه بگه من سرم درد میکنه. بگذارید او بگرده تا درد رو پیدا کنه. حالا که میخواد بگرده ما برای شما توضیح میدیم. شایع ترین علت سردرد سردردهایی هستند که در میگرن خلاصه میشن. سردردهای میگرنی که معمولا ارثی‌اند و با یک علائم ضرباندار درد سردرد با یک ضربان کوچک شروع میشه و بعضی موقع ممکنه بیمار یه حالتی بهش دست بده که عنقریب میخواد سردرد شروع بشه. سردرد آرام آرام زیاد میشه تا جایی که بیمار به تهوع و استفراغ میفته و در این موقع هست که بیمار میگه از نور بدم میاد، از سر و صدا بدم میاد، هفته دو سه بار اینجوری میشم. به این میگن میگرن کلاسیک. حالا خود میگرن چندین دسته میشه. میگرن هایی هست که با تاری دید شروع میشه، میگرن چشمی. میگرن هایی هست که با سرگیجه شروع میشه، بهش میگیم میگرن وستیبولر. میگرن هایی هست که با فلج یک طرفه بدن شروع میشه، میگرن همیپلژیک. میگرن هایی هست که با شکم درد شروع میشه که با سر شکمی اشتباه. و شایع ترین سردرد سردرد میگرنیه. در امریکا 40% خانوم ها و بسیاری از آقایون دچار این سردرد هست. این سردرد میگرنیه و درمانش هم اینه که استرس هاشون رو کم بکنن و داروهای ضد میگرن دریافت میکنن. قرص های آوامیگریل، آوامیگرن، اینایی هست که انقباض عروق میده و این باعث میشه که قبل در دوره‌ای که اورا داره، یعنی اون وقتی که حس میکنه سردرد انقریب میخواد بیاد، جلوی چشم آقای دکتر یه جوری میشه، سرم یه جوری میشه، میخواد سردرد چی بشه. اون وقت اون قرصه میدن که سردرد قطع و حمله قطع بشه و بیش از 2 تا 3 بار در هفته نباید اون قرصه رو استفاده کنن. در سنین بالا ما کمتر اون دارو رو میدیم به خاطر اینکه انقباض عروقی میده و در سن بالا رگ‌ها تنگ، ممکنه عوارض قلبی ایجاد کنه یا فشار خون رو بالا ببره، مینیمم رو خصوصا. پس یه دسته بزرگ سردردهایی هست که میگرنیه. یک دسته سردردها هستن به علت خستگیه، تنشن هدک، خسته شده، عصبانی شده، این سرش درد میده. و این بهترین علامتش اینه که وقتی کلش تکون میده مثل تخم مرغ گندیده کلش تلق تلق میکنه، فکر میکنه. دسته دیگه ای از سردردها هستند که دوره‌ای هستند. مثلا 2 ماه در سال سردرد داره، بقیه سال سردرد نداره. به اینا میگیم کلاستر هدک. اینها هم جزء میگرن حساب میشن که اینها رو باید قرصای ضد حساسیت میدیم. پس شایع ترینشون همین سردردهایی که میگرن است. بعد سردردهای دیگه شروع میشه. در گوش حلق و بینی اولین دردی که ما بیشتر بهش میپردازیم دردهای سینوزیتی است. در دردهای سینوزیتی که حتما با کیپی بینی، ترشحات سبز رنگ، تب، لرز، پری در پشت چشم و مریض نمیتونه سرش پایین بیاره، خلط پشت حلق داره که خلط تقریبا سبز رنگه، دماغ کیپه، بعضی اوقات بوی گندی میده، به این میگم سینوزیت. حالا
که دلیل زیادی داره و بیشتر کسانی هم که دچار این مشکل میشن کسانی هستن که تو آب میرن، استخر میرن. سویمر دیزیز یعنی کسانی که شنا میکنن، سینوزایتیس، سینوزیت. حالا همینجا میتونه تومورهای داخل بینی، پولیپ، انسداد داخل بینی، فین کردنهای مکرر که باعث فشار به سینوس میاد و بیمار دچار سردرد میشه. حالا میاد پیش ما. اون وقت ما باید همه اینها رو بررسی کنیم، بگیم آیا سینوسش هست یا نه. در سینوزیت سینوس فکی حتما دندونها هم ممکنه درد بگیره. دندونهای فک بالا ممکنه دردناک بشه. دسته دیگری از سردردها به چشم مربوطه. کسانی که عیوب انکساری چشم دارن، خصوصا کسانی که آستیگمات هستن. کسانی که آستیگمات دارن چشم کره نیست، پس در همه حالات باید عینک بزنه. اینها سردردهایی دارن که در غروب هست، یعنی چشم خسته شده، عضلات خسته شده. نزدیک بین ها و دوربین ها هم ممکنه دچار سردرد بشن. افزایش فشار داخل چشم هم ممکنه این اتفاق بیفته. عفونت های ورم های داخل چشم هم سردرد میده، یوویتیس میده. بنابراین در مورد سردرد باید به چشم بیمار به شدت دقت کنید. افراد بعد دوچار کسانی هستند که عفونت در داخل گوش دارند، تومور در داخل گوش دارند. اینها هم سردرد ممکنه بگیرند. کسانی هستند که دردهای مفصل فکی گیجگاهی دارند که بسیار هم فراوانه. این درد تا شقیقهشون میره، این درد تا گلو هم میره و چون عصبش مشترک با گوش، درد رو به غلط بیمار در گوش حس میکنه و میاد به ما میگه گوش درد دارم دکتر. گوشش نگاه میکنه میبینه نه گوش تمیز خوبه قشنگه، ولی درد داره مریض. بلافاصله مفصلش رو معاینه میکنه که هم باعث سردردشه هم باعث گوش دردشه، که به سیستم دندانی توجه میکنیم، به خود بیماری های عمومی بدن مثل آرتریت روماتوئید توجه میکنیم که ببینیم آیا این سردرد مربوط به کجاست. از همه اینها گذشته میایم داخل مغز. کسانی که ضربه به سرشون خورد، کسانی که تومور در داخل مغز داره، کسانی که فشار داخل مغز بالا رفته به دلایل گوناگون، کسانی که بیماری های عفونی در مغز دارن مثل مننژیت. و ما به شما توصیه میکنیم هر بیماری که با یک سردرد ناگهانی و شدید، بیمار با سردرد ناگهانی و شدید بدون سابقه به ما مراجعه کرده، سریعا بایستی کارهای اورژانسش انجام. کار اورژانس اینه که این بیمار باید بستری شه، باید MRI بشه، باید CT شه و بایستی مایع نخاش کشیده شه، LP بگیرده شه. مفهوم این است که یک سردرد شدید و ناگهانی به ما این نوید رو میده که یک بیماری خفته و شدید در حال وقوعه و هر لحظه ممکنه ما زمان رو از دست بدیم. از این مطلب گذشته به بیماری های سیستمیک میایم. بیماری هایی که در تمام بدن هست و شاه علامت فشار خون مینیمم سردرد پس سره. مریض میاد غروبا، میگه غروبا پس کلم درد میگیره آقای دکتر. این بیمار دچار فشار خونه و این جزء بیماری سیستمیکه که اینجا رو گرفتار کرده. دیابت هم در بعضی مواقع زمانی که قند خون مریض پایین میفته دچار سردرد میشه. پس به بیماری های سیستمیک بیمار هم توجه نباید از نظر بگذرونیم. بسیاری از بیماران ممکنه بیان و دچار دیسک گردنی هم با سردرد پس کله به ما میان و میگن آقای دکتر سرم پشت کلم همش درد میکنه، فلان میکنم درد میگیره، اینی میگیرن درد میگیره. دسته دیگری از بیماری هستن که به خاطر انقباض عضلانی در بیرون سر، در پس سر ممکنه دچار بشن به سردرد. ما باید همه این موارد رو مد نظر داشتیم. بنابراین بیماری که به عنوان سردرد به پزشک مراجعه میکنه بایستی تمام این مریضی ها رو ما ببینیم. حتی عروق گردن، یه دردهایی داریم که از به اصطلاح شاهرک داخلی بهش میگیم internal carotid،
اون کاروتید داخلی درد رو به داخل سر هدایت میکنه که بهش میگن کاروتید داینا، سردردیه که به خاطر عروق گردنی مریض حس میکنه. پس در همه اینها مریض سردرد داره، تمام میکنه مریض سردرد داره. بنابراین باید تمام این موارد رو بجوییم، حواسمون باشه که مریض از زیر دست ما خارج نشه. ممنون دکتر. متشکرم.